بله بیننده های عزیز، شما را بازم در ادامه برنامه ویژه ایدی خوش آمدید میگیم. امیدوار هستیم که برنامه را تا ایدم به خوبی و خوشی دنبال کرده باشین و همچنین روز را به خوبی و خوشی سپرنده باشین. بله. در این بخش برنامه ما با مهمانان عزیز ما هستیم، آقای جعفر احسانی استاد دانشگاه و با خانومشان خانم قدسیه فروتن مشاور پالیسی سفارت هایلند با ما هستند. امیدوار هستم که برنامه را بیننده باشین و همچنان با اینا صحبت های خیلی خوبی را خواهد داشتیم. بله، من چون مرسل جان هم هستیم امروز دختر نازشان در برنامه با ما که واقعا بسیار شوخی میکنم این در استودیو دیگه. خب میریم طرف مهمانان عزیز ما. استاد سلام بر شما، صحبتون بخیر، بسیار زیاد خوش آمدیم، همچنان عیدتون مبارک. سلام بر شما هم، من هم با اغتنام از فرصت سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی شما و خدمت تمام کارمندان تلویزیون و زین نگاه و از امید دریچه عید مبارک قربان، عید عیسی رو از خود گذشتگی را به تمام مردم دین دوست و خداپرور افغانستان شاد باش میگم و امیدوار هستم که عید خوش و پر از صفا و صمیمیت و به دور از حوادث و ناامنی ها داشته باشه. سلامت باشین. تشکر استاد و همچنین خانم فروتن، سلام بر شما، خوش آمدید در برنامه و عیدتان تبریک. سلام بر شما. سلام با بینندگان محترم شبکه تلویزیونی نگاه، عید سیمانه خدمت شما بینندگان محترمتان تبریک عرض میکنم. هرچند که دخترم قبل از شروع برنامه عید افتتاح کرد شربت هم دست خود کم ریخت، در خدمتتان هستم. سلامت باشین، بسیار زیاد خوش آمدین. مرسل یک دانه بر ما بیار از اونجا. مرسل طلا ما رو بس کنه. نام خدا بسیار شوخ است، فکر کنم فقط مرسل جان هست فرزند شما یا بله تنها یک تا داریم. یک تا مرسل جان بسیار عالی. خب از آقای احسانی اگر پرسون بکنیم چطور آغاز کردین روز عید را و همچنانی که بعد از برنامه تصمیم دارین بخیر که چی برنامه هایی داریم؟ خب عید خوب آغاز کردیم، یک صبح متفاوت تر با دیگر صبح ها و تقریبا فرصت چندانی نبود از اونجا طرف شما آمدیم و برنامه ای که داریم تقریبا برنامه معمولی است که تمام مردم افغانستان دارن. ممکن است که روز اول به دیدن دوستا و اقوام و بزرگا و کسایی که صاحب مصیبت هستن و کسای عزیز است که حق دارن بریم و بعد از او روز دوم و سوم شاید خانه باشیم یا روز دوم باز هم به دیدن قوما و روز سوم خانه باشیم. دیگه این برنامه متفاوت در افغانستان هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و روزای عید خو اصلا قابل پیش بینی نیست که چی میشه. ما همینقدر گفته میتونیم که برنامه داریم که یک عید متفاوت تجربه کنیم. بله، و چون که استادان دانشگاه میشن مصرف در تدریس هستن در دانشگاه ها و بسیار فرصت اندک میداشته باشن و همیشه مثل روزای عید چنین چیزهایی میگردن که یک فرصت اندکی در دسترسشون قرار بگیره تا که با اعضای خانواده خود باشن. خب باز بله. و همچنان از بانو فروتن شما میشنویم که روز اولی در چطور آغاز کردین و بخیر بعد از یک از برنامه برین چی تصمیم دارین کجاها برین؟ بله، و چی جور کردین در خانه که بعد از برنامه بخیر خانیتان بیاین؟ انشاءالله به خدمت تان هستیم. روز عید خانم آخو معلوم است یک نمونش شما اینجا میبینیم که چه قسم آغاز میکنیم. همیشه اول صبح ما چی روز عید و چی غیر عید همیشه با صدای دختر ما آغاز میکنیم. قبل از اذان ملا دختر ما بیدار میشه. مادر یک دقیقه ما اینجا قصه کنیم امروی خاله جان بگویم چقدر دختر خوب داریم. بله، همه قسم که جواد ما با مشارک کردن ما اغلبا روزی در قسم که در فرهنگ خود ما داریم اول دفعه زنگ میزنیم مادر از اینا خوشویم افغانستان نیستن، همیشه شب اولید یک شب پیشتر ما خدمت از اونا تماس میگیریم، این شب عید برشان تبریک میگیم. پدر مادر ما اینجا است، اغلب روز اولید اونجا میریم، یکی دو دست کلانای دیگه که اونجا میریم و قبل از اون اول صبح که میخیزم خانم یک دقیقه اول دفعه مو دیکور خانه خود یک چک میکنه و دیگه سر و وضع اعضای خانواده رو یک چک میکنه که چی رقم است. برای ایو امید اغلبا من خودم در خانه چی سر نمیکنم کلچه یا چون فرصت هم نداریم دقیقا دیگه تا آخرین روزی که سبای شید باشه ما وظیفه هستیم، چیزای تیار از بازار میگیریم. بله، در خدمت شما هستیم با کمال اخلاص که بیاین. چون آقای احسانی میشه بگوید یکی اونا بسیار کارار خوب معمولا خانم ها انجام میتن، خودتان چه همکاری دارین با خانم فروتن در کارهای خانه؟ خوستم داشت در آشپزی بازم دروغ نگویم هیچ، به خاطر از اینکه شاید در کارهای دیگه آشپزخانه مثل ظرف شستن و بعضی گپایی که نیاز به مهارت نداره در خدمتشون باشیم گاهی گاهی، اما در آشپزی حقیقتش من یگان وقت که اتفاق میفته که خانم فروتن نیست یا در کدام جلساتی گپاسته من
یک از شاید نزدیکترین دوستای ما کسی است که در نزدیک خانه ما هتل داره. چون از آشپزی و غذا پختن و گفام تصفانه چندان سرشته و مهارت ندارم، اما در مسائل خانه و مخصوصا در وقت تیر کردن با مرسل جان تقریبا مهارت ویژه دارم. بیشتر از 50% وقت در خانه باشم با مرسل جان هستم و داخل از امون لحاظ احساس میکنم که هرچند که وظیفه من هست، اما احساس میکنم که میتونم یکم کمکش کنم و بار خانم فرختن کم تر کنم. بسیار عالی. و همچنان کار نیشان فرق نمیکنه، قسم که در مهمانی قبلی ما میگفتیم معمولا امی که همکار باشین کفایت میکنه در هر کاری که باشه. بله، و مرسل جان که در خانه باشه، اگر خانه کارم نباشه کار پیدا خودش کار است دیگه. که شروع میکنیم سامان بازی رو کمیتید میکنه، خانه چقدر جمع باشه به اندازه امی استودیوی شما دیگه، فقط مجبور هستی که میرای پای تا پیدا کنی از بینشان برای دیگه کلان مسئولیت است. خب بخیر، امروز چی تصمیم دارین؟ بعض کسا در روز اول میرن جای به تفریح، بعض کسا یک روز بعد و دو روز بعد میرازید. شما بخیر کجا میخواین که برین امروز یا فردا تفریح کردن؟ خیلی برنامه تفریح ما بسیار محدود است. دلیلش هم همیست که من هم مصروفیتم تقریبا زیاد است، نزی که در دانشگاه مصروف هستم، در بعضی جای دیگه خارج از اوقات رسمی مصروف هستم و خانم فرتان هم مصروفیتش هم تو گفتن بسیار زیاد است. در این سه روز عید خب به هیچ وجه فرصت از اینکه کدام برنامه تفریحی را تعقیب بکنیم نداریم، بخاطر از اینکه الحمدلله دوستا و نزدیکا و اقوام زیاد هستن. با احتساب از اینکه یک روز در خانه بگذرانیم دوستا میمانن حتی و کمتر فرصت میشه، بیشتر برنامه های تفریحی میگذاریم به وقتایی که فرصت تر هست، مخصوصا که اماکن تفریح و جای تفریح ایام عید متاسفانه چون در افغانستان و در پایتخت تو اماکن تفریح معیاری نیست، در ایام عید بسیار شلوغ و بیروبار است. سعی میکنیم که در این بیروبار کمتر در اماکن تفریح باشیم. بله، از روح امنیتی هم خواهر هستیم که واقعا در این سه روز امنیت مردم و شهروندان خود را بگیرن، توی که هر کس واقعا بتونه که با دل جمع در هر جای برن و تفریح داشته باشه. دقیقا نشان نیروهای امنیتی واقعا زحمت میکشه. جا داره از امینجا با استفاده از تریبون تلویزیون نگاه از یک و یکشان تشکری کنم. اونا هم مثل ما فامیل دارن، طفل دارن و میخواین در کنار از اونا باشن، اما بازم به خاطر خدمت به وطن اونا میرن، به خاطر که تامین امنیت کشور را داشته باشن و تامین امنیت ما را داشته باشن میرن با وظیفهشان حاضر میشن. از همین جهتشان تشکری میکنیم. مردم افغانستان قدر زحمات از اونا را میدانن، ما هیچ وقت زحماتشان را فراموش نمیکنیم. عید برشان به شکل ویژه تبریک میگم. انشالله که عید بسیار خوب و خوش را و با قلبهای گرم هرچند که از فامیلهایشان دور هستند داشته باشن. دقیقاً بله. خب البته با گفته شما خوب نیروهای امنیتی همیشه در تلاش روزی هستن که امنیت شهروندان خود رو بگیرن. متاسفانه امنیت افغانستان تمیش مشکل است. بله واقعا سخت است با گفته شما. امیدوارم همه مردم واقعا دست به دست هم بتن، نه تنها نیروهای امنیتی بلکه خودشان دست به کار شه و برای خود یک زندگی خوب را ببخشن. خب البته آقای احسانی، اگر از خودتون پرسون بکنم، چطور با آقای با خانم فروتن آشنایی پیدا کردین که خواستین همسر شما بانو فروتن باشه؟ آیا در دانشگاه با هم دیگر آشنایی پیدا کردین یا از دوستانتان هست؟ یعنی خوب است که 50% جواب خودتان حل کردین. که ما و خانم فروتن هر دوی ما همسنفی بودیم و زمینی که همسنفی بودیم دیگه رقیب تحصیلی هم به شمار می رفتیم. یعنی معمولا در یک سمستر تحصیلی خانم فروتن اول نمره عمومی دانشگاه می شدن و یک سمستر ما، و به اون شکل دوره تحصیل که خلاص شد البته زمینه آشنایی به اون دوره فراهم شد و ما دیگه آشنایی های بیشتر و که منجر به ازدواج شد بعد از تحصیل، و چون ما و خانم فروتن از لحاظ منطقه‌ای هم از یک منطقه هستیم و تقریبا از راه دور با خانواده های هم دیگه هم آشنایی داشتیم و ما آشنایی های اولیه در محیط دانشگاه و در فضای رقابت تحصیلی فراهم شد. بسیار عالی. و همچنان از زندگی مشترکتان یا در کل از بخش کاریتان که روزمره وظیفه هستین یک خاطره جالب داشته باشین آقای احسانی شما میشنیم؟ خب خاطرات زیاد است، هم از در زندگی مشترک و هم در فضای کاری، مخصوصا برای مایی که همیشه با افراد مختلف، با دانشجویان در صنف‌های مختلف سرکار داریم و مواجه هستیم.
دیگه خاطرات زیاد است، من نمی‌فهمم که کدام شب بگم. پس یک کار می‌کنیم از بانو فروتن در مورد خاطراتی که روزهای اول شما بهش پیشنهاد ازدواج دادین، اینکه چقدر ناز کردن ناز نکرده یا دورین پیشنهاد قبول کرد از من بانو فروتن پرسه می‌کنیم. البته شما اشارات داشته باشین ریزی که وقتی آقای احسانی به شما پیشنهاد داد که با هم دیگر ازدواج بکنین، شما جواب شما در مقابلشان چی بود؟ من یک مقدار یک فلش بکتر میزنم. اینا خیلی صمیمی آغاز کردن که ما آشنا شدیم. من دوره تحصیل در 4 سال بیادم نمه امک سال مالکی داشته بوده باشیم. میشناختیم خصوصا در اون وقتی که تقدیرنامه را میدادی یا در پایان هر سال. البته شما خبر نداشتین اینجا میریم. اینا میکردن اینا. ما هم گفتیم آشنایی های آغازین. نگفتیم که آشنایی هایی که منجر به ازدواج شد. اینا چرا اینا در مورد ما معلومات کافی داشتن؟ خلاصه تعقیب میکردم. در یک تایم نبودیم، اینا تایم شب بود، من تایم صبح بودم. به سالهای مختلف به یک تایم هم نبودیم، تنها در همون زمان میدیدیم. بخش دیگه سوال تانی بود که زمانی که اینا پیشنهاد دادن، خب بعد از اینکه 4 سال تمام شد ما قرار بود به بورس بریم بیرون، در اون اوقات بود که ما اول یک پیام دریافت کردیم. به من گپ مستقیم نگه، من گپ غیر مستقیم خیلی به سختی میفهمم. بله. خب اینا پیام های غیر مستقیم داده بودن. خب گفت که همسینفی سو منه که یک گپ هست یا مولی نفهمیدم. تشکری کردم ازشون، گفت در حال که نبایدی تشکری میشه ازشون. پس آن با او نفهمیدیم تا که نمون وکیل منطقهشان به دفتر پدرم آمده بودن و بعد از خانه آمد. پس آن فهمیدیم، باز قرار شد که با امرای از اینا صحبت کنیم. قبل از اینا یک پیام روان کردن. بله. یعنی جواب مثبت هم تو ناخواسته و ناآگاهانه دادن. دیگرم پیام اول. نه دیگر... چیز دیگه ای را پرسان کرده بود. من زمینی واقعا نمیگم، به ما مستقیم گفته نشد، زیاد چی نیست. بله. پیام زمینی را نمیگیرم. باز پیام از یک واقعا یک جمله شون که همیشه به خاطر مسیس پیامی که داده بود، من آدم زیاد کامل نیستم، هر انسان خالی از خطا نیست، اما میخوایم در کنار شما این خلاها پرشه و به عنوان یک مشاور در زندگیم باشیم. این جمله خوب بود. یک نقطه دیگه که اینا داشتنی بود، همیشه خانم های کسی را میخوایی که حداقل یک دو پله یا به لحاظ فکری یا به لحاظ شخصیتی یا هر چیزی که به نظر از اونا ملاک کسی از اونا که بلندتر باشه. یا من احساس میکردم به لحاظ فکری اینا یک مشاور بسیار خوب میتونه برای ما باشد. یک حداقل اینا را من از خود بالاتر فکر میکردم. امی مسائل به کنار هم گذاشته شد، نظر فامیل هم مثبت بود. بعد از رفت آمدای کینا کردن دیگه، بسیار زود اینا جواب مثبت گرفتن دیگه. اینا تقریبا 6 سال شده دیگه، 5 سال 6 سال میشه با دیگه. بسیار عالی، امیدوار هستم که همیشه کنار هم خوش باشین. و همچنان از آقای احسان در ادامه همین گپای خانم فروتن، من خاطره گفت اینا رو براتون بگم. من چند وقت پیش خانم فروتن زحمت کشیدن، امی جواز سیر ما داخل ماشین کالوشویی انداختن، کامل شستن. امی یک تقریبا نگه من مربوط 15 روز پیش است. خب باز بعدش رفتیم ریاست ترافیک کابل به خاطر از اینکه امال مصنای جواز سیر رو بگیریم. باز اون بنده خدا یک افسری که اونجا بود یک مشوخی کرد با ما. ما گفتیم بیادر چند خلاص میشه؟ گفت بیادر دنبال گپا نباشی، گپ بسیار گپ طولانی است. اما خب بودوانی تا که فکر کو که کلام برنامه خواستگاری است. باز من گفتم خدا کنه اگر به مو اندازه یک برنامه خواستگاری ما تال خوردیم سبا میاییم شما جواسه اگر مگه میتینیم. بله، شاید نکته هم گرفته باشه که یعنی که در دوران خواستگاریتون بسیار بزحمت نشدیم و جای داره همینجا. البته خانم فرتن خب به حصه خود بخش خود گفت من ناگهانه جواب مثبت دادم. من با جای ناگهانه نه، خب یک بخش دیگه بود، من نفهمیدم خواستگاری. اما جای داره اینجا از خانواده خانم فروتن به خصوص دفتر صاحب فروتن برای ما جایگاه پدر داره و همچنین مادرشون صمیمانه قدردانی کنم، چرا که از امون روزای اول در واقع مثل پدر و مادر با ما رفتار کردن. من یادم میاد که دفتر صاحب فروتن وقتی که یک امون صحبت های اولیه شد، باز گپ شمی بود که از فامیلتان کسی گگ است بخواین، اگر میخواین اگر امروز سه شنبه یا چهار شنبه که میرسه، چون مسافر هستم امروز پنج شنبه ما شما یک مراسم بگیریم که دوباره پس برن خانه که از کار زندگی خود نمانه. یعنی یکی که ما به شوخی خدمتتان عرض کردم واقعیت است که کل دوره‌ای که ما به اصطلاح رسمی آمدیم خواستگاری کردیم از خانم فروتن و امو یک مراسمی
به اصطلاح مختصر گرفته شد کمتر از یک هفته طول کشید. همچنان آقای سانی عزیز بگوین که خانم فروتن چی ویژگی هایی داشت که شما در پنتون از خانم فروتن و همچنان به گفته خانم فروتن اینا را مثلا زیر نظر داشتین و معلومات هایی درباره از اینا کسب کردین و خواستین که بالاخره زندگی مشترک با این آغاز کنید؟ ما زمینه که حقوق خواندیم و سنفی بودیم با خانم فروتن در یک از دانشگاه، از رشته ادبیات است و فعلا هم در دانشگاه تعلیم تربیت شهر صادقابانی ادبیات درس میدیم. معمولا جوابای خود با شعر میتیم. بله. یک شعر است که میگه که آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. بله. میگه اینو میگه فکر میکنم میرسانه دیگه. نمیشه تمام کنیم دیگه. خب یک شعر اگر برای ما بخونین، شاعرام هستین. سلام خواهش میکنم. من خط شعر میگم، گاه گاهی شعر میگم، اما اینجا کاملا به صورت اتفاقی آمدیم و بدون آمادگی شعر. یعنی هیچ شعری در ذهنم نیست. معمولا هم کسایی که چیزی به عنوان شعر می نویسن شاید تجربه شده داشته باشن که کمتر ما شعر خود حفظ میکنیم. ما حقیقتش دست خالی آمدیم. با وجود اینکه چه به دخترم بگو چه به دخترم همین یک میشه که شما یک سوال بکنین از خانم فروتن، ما اگر گوشی موبایلم اگر فعال شد یک چیزی اگر دم دست باشه واسه خدمتتون میخونم. بله حتما. خب البته بانو فروتن معمولا در خانواده وقتی ما دربین از خانه کار میکنیم کودکان مخصوصا در خانه میمانن. میشه بگوین که چی اوقاتی با مرسل جان هستین و چی اوقات در دفتر هستین؟ وقتی نیستین مرسل جان در کودکستان است یا در خانه کسایی هستن که با مرسل باشن؟ متاسفانه از وجه برای مرسل مادر خوبی نیستم. صبح اغلبا ساعت 8 بجه از خانه میبریم، از اون طرف دیگه هم شاید 6 بجه 7 بجه 7 نیم بجه بعضی شبایی که جلساتی ها میباشه شاید 9 بجه شب خانه میم. از فامیل آقای احسانی هم کسی نیستن، آغازه خانم است، خانه اونا می مرسل نگاه میکنن، در قسمت آشپزی گپا همراه ما همکاری میکنن، کوشش میکنم روزای رخصتی جمعه و شنبه که خانه هستم زیاد وقت خودم روی مرسل بگذرانم، اما بازم احساس میکنی وقتی کافی نیست که آدم روی یک طفل باشه. واسه این زمانی که من بس پدرش پیش دستی میکنه دیگه دختر خود یکان پارکی ها میبره دیگه من کمترم روی مرسل واقعا میباشم در روزای رخصتی یا دیگه از این قسمت واقعا مدیون مرسل پدرش هستم. امیدوار هستم یک وقت جبران کرده بتونم، چون نمیستن اینا نیاز دارن. بله همین هم که هم رای طفل باشه و پسان که طفل کلانتر میشه دیگه این زمان اینا با ما نیاز نمی داشته باشن، اینا میخواین که مستقل و تنها باشن. مرسل جان تو سیدیو رو چپک کردی دیگه. خانم فروتن جان اینا تلاشایی که میکنن به خاطر مرسل جان است تا بتونن که برای او زمینه خوبتری برای زندگی و همچنان درس فراهم کنه و مرسل جان هم امیدوار هستیم کلان شد قدر زحمات مادر و پدرش خواد. امیدوار هستیم نه تنها به خاطر مرسل، در مجموع همه هم آقای احسانی ایده ما ایست که فراتر از مرسل میاندیشیم. مرسل که هزاران مرسل و هزاران برادرای مرسل که در افغانستان است، در سطح جهان است، در ابتدا چون افغانستان یک وضعیت متفاوتر از دیگر جای داره، میخواییم که زندگی بهتر را برای فردای مرسل و امثال مرسل برای اینا رقم بزنیم، چی در قسمت تعلیم و تربیت، در قسمت همین نیازهای اولیه که اینا دارن، دسترسیشان به مسائل صحی، آگاهی از مسائل حقوقیشان، در مجموع یک دنیای بهتر به خاطر مرسل و هزاران مرسل دیگه که در افغانستان زندگی میکنن. تلاش همگی ما و شما، شما از طریق رسانه و هر کدام ما در هر جایی که هستیم میخوایم یک افغانستان بهتر رقم بزنیم دیگه. امیدوار هستیم که بتونیم موفق باشیم انشالله. بله و همچنان یک اشاره روی این هم داشته باشین، در افغانستان بیشتر بعضی مردم هستن که افکار سنتی می داشته باشه و همیشه به این باور هستن که مردان باید در بیرون از خانه کار بکنه و زنان در درون خانه باید کار بکنن. گفتنی تا چی هست برای از اینکه واقعا چگونه ما میتونیم خانواده خوشبخت داشته باشیم که فرق نمی کنه که در کجا کار میکنیم، در خانه یا در بیرون، اینکه واقعا در بین ما اعتماد وجود داشته باشه، صمیمیت و محبت وجود داشته باشه، گفتنی شما چی هست؟ مرسل جان اینکه قبول میچه ما درشان که صمیمیت ما تو حفظ شود که من سوال جواب بارین خیر است مادر خیلی بیشیم؟ بیشی مادر جانم؟ بیشی مادر جانم؟ آه بیش دیگه؟ اینه مالو کاکا فیزیت میه اینم اینجا ما را از تهیه کننده فیزی است ممی چیش اشتباه نگیم تخلص شانه که همینجا دوی ما را از استیدیو میکشه مادر خدای تو و آقای فیزی انشالله باز قرضی تا نمیتم شما بیاییم خیرست بودت برنامه حساب میکنیم خیلی طفل بی ادب داشتیم ما اینه ببین مثلا موفق نیستم در قسمت تربیت طفل برم باور خودم کودک باید هم قسم آزاد باشه. والا در این سن یک سنی هست که ما نمیتونیم برسید به هیچ چیزی را نه بیاموزانه و نه برای نصیحت پذیر است. در قسمت سوال شما میتونم این رو بگویم، خود در ابتدا
من هدف هر کس از خوشبختی یک چیز متفاوت تر است، از بعضی رسیدن به پول، از بعضی رسیدن به تعالی فکری و مسائل متفاوت است. خب او چیزی که شما گفتین که چگونه میتونیم خانواده خوشبخت داشته باشیم و یکی زن و مرد بتونن در کنار هم کار کنه، خود نظریات متفاوت هم در این قسمت وجود داره. اما اگر اوج خوشبختی برای یک جامعه است که یک جامعه به توسعه دست پیدا کنه، خود توسعه هم ابعاد مختلف خود داره، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. اگر ما به هر توسعه را که در نظر بگیریم، باید زن و مرد هر دو به شکل یکسان سهم داشته باشند. گفتم ما به خاطر از اینکه به توسعه پیدا کنیم که تمام مردم یک سرزمین خوشبخت شوند، باید 50% زن 50% مرد تمامی نفوس یک کشور در آبادانی یک کشور سهم داشته باشه که به تنهایی واقعا نمیشه. ما حتی مثلا اگر ما فعلا می کنترلم یک دختر در نظر بگیریم، اگر دیم سهم نگیریم کنترل کنه از ما واقعا سخت. و این امروز بخیر یک چیز دیگه شده، خدایش در خانه میره خب نبود دیگه. روزی دست خیر از من که در نادیده و از امی یه جای هم میخوایم میره بگویم که خصوصا خانمایی که در بیرون کار میکنه فشار کار دو برابر اونا در خانه تحمل میکنن. اینه قارم شده سر پده جان خود خالش اینال از خانه میکشه ایره اونه اونه خاله جان از سیدیو میکشه دختر من؟ بله واقعا فامیده میشه آلیا جان بدون از اینکه واقعا تعریف بکنن خودشون از اینکه یک خانواده خوشبخت چگونه یک خانواده هست، همین که با همدیگری قدر صمیمی هستن، دختر خود با ناز و نعمت بزرگ میکنه و هیچ گونه محدودیت بهش قائل نیستن و همچون با همدیگر به شکل صمیمی کار میکنن، کارهای خانه و کارهای بیرون انجام میده، خودش یک نوع به شکل تصویری ما میبینیم که خانواده خوشبخت یعنی چی. خب واقعا امروز بسیار خوشحال شدم در برنامه حضور پیدا کردین. یک شعر اگر از شما داشته باشیم. من خدمتتون گفتم که میتو با آمادگی نامده من ما چند شعر در گوشی همراهی ماست، ما موضوعاتش میگم شما یک شعر انتخاب کنین هر کدومش. گفتم به قول ادامه تلویزیون یک چیز میگن ذوق بیننده، حالا ما به ذوق مجری میگذاریم برنامه گرداننده. اینجا یک شعر است در مورد ادبیات، یک شعر است در مورد زبان فارسی، یک شعر است در مورد مرسل خانم، یک شعر است در مورد مادر مرسل و دیگرش دو بیتی است. مرسل جان خیلی بر مادر جانش و مرسل جان نگرد برای مرسل جان، مرسل جان پدر جان بان برده مرسل و مادر شد. البته شعری که برای مرسل جان نوشته کردم این شعر یک زمانی در شبکه اجتماعی در فیسبوک هم مانده بودم، کامل نیست و اتفاقا در خود گوشی امراه تایپ شده در شب سالگرش، یک بخش است شاید ختمش نتونم چون کم طولانی هم است، یک بخشش هم میخوانم که در واقع احساس مرا نشان میده زمانی که مرسل جان به دنیا آمده. چشمهایت را گشودی دخترم، چشمهایت را گشودی دخترم، سوی دنیایی که چندان خوب نیست آمدی، اما در این دنیای ما زندگی جز قصه آشوب نیست. گرچه لبخندت برایم زندگی است، بودنت زیباترین کار خداست. چشمهایت، دستهای کوچکت، آن نگاه گرم شهکار خداست. گرچه می دانم که پیدا می کنی با نگاهت شادمانی مرا، خندهت گم می کند در پاکیش قصه و درد نهانی مرا. می شوی تو ضلع سوم نازنین در مثلث واره خوشبختیم، با تو می گردد زخیم و استوار دخترم دیواره خوشبختیم. بعد از این با گریه های روز و شب در سکوت خانه غوغا می کنی، گرچه رویایم بعد از این همدست مادر می شوی، زندگی را باز معنا می کنی. هرچه هر پلکی که بر هم می زدم باز می شد تا ببینم روی تو، گرچه رویایم فقط این لحظه بود تا بدوزم چشم خود را سوی تو دخترم، اما نمی دانی هنوز. این شعری که میخوانیم در واقع به اون شکلی که خانم فروتن هم گفت در واقع قصه مرسل است و تمام مرسل های روزگار که متاسفانه در کشور شما فرمودین در کشورهای سنتی مثل افغانستان متاسفانه با یک نگاه دیگر و متفاوت تر و منفی تر به دختران نگریسته میشه.
دخترم اما نمیدانی هنوز قصه پردرد فردای خودت، قصه راهی که باید طی کنی خسته و افسرده با پای خودت. گوش راست را بیاور دخترم تا بگویم من از آن دیگری، من شهادت میدهم در گوش تو لیک اما با زبان دیگری. قصه میگویم برایت دخترم، قصه از این شهر سر تا سر فریب، قصه از ویرانه ها و خشت و سنگ، قصه از نامردمانی نانجیب. قصه میگویم برایت رازها از نگاه مردم بوجهل خو، دفن میگردد در این ویرانه ها هر زمان یک دختری مانند تو. دخترم هرچند کوثر بوده ای در نگاه آن که هستی را نگاشت، در لجنگاه سر بوجهل ها بودنت آن رنگ زیبا را نداشت. دخترم فردا که گم شد کودکی میکند پیدا ترا دیوارها، همچو برگ نازکی له میشوی در هجوم تلخ این پندارها. دخترم فردا میان کوچه ها از نگاه عده‌ای سم میچکد، همچو از زبان پست مشتی پست خو جای واژه درد و ماتم میچکد. تنها خواهی شنید از خار و خس، جای مرسل دختر جعفر شوی. مخوله ایست که متاسفانه ایست کس حتی نامش هم یاد نمیکنه تا زمانی که خورد است میگه دختر فلانیست، بعدش همسر فلانیست یا مادر فلانیست. هیچ وقت تنها خواهی شنید از خار و خس، جای مرسل دختر جعفر شوی. با سیاسر میشوی نامت یکی، با سیاسر میشود نامت یکی، با ضعیفه سخت هم باور شوی. ناقص العقلت بخواند هر خری، که از طویله دم برارد جای سر، حق انسانی تو گردد تبا، دخترم با حکم مشتی گاو و خر. شعر طولانی است، فقط تقریبا نصفش خواندیم، اما چون برنامه اقتضا نمیکنه در این حد خواستیم که به صدای شما لبای گفته شه و امتثال امر شوه. بله، گفته خود شما اینجا فقط از مرسل، یعنی فقط از خود مرسل نمایندگی نمیکرد، بلکه از تمام دختران افغانستان شعر شما رو نمایندگی میکرد. امیدوارم واقعا یک روز قدر و عزت هر دختر هر کس بدونه و یک جنس ضعیف فکر نکنن دختره. سپاسگزارم هستیم از اینکه حضور پیدا کردین امروز در برنامه. امیدوارم که عید خوب و خوش را پیش روی داشته باشین. گفتنی آخر شما را میگم، زنده و سلامت باشین. ما هم تشکر میکنم از شما که این فرصت در اختیار ما گذاشتین تا از این طریق احساسات ایدی و ایدانه خودش شریک بسازیم با شما و همکارای شما و با مردم مهربان و دوست داشتنی افغانستان. و جای داره به اون شکلی که خانم فرتن هم اشاره کرد، جای داره سپاسگزاری کنیم و یاد بکنیم از تمام کسایی که در ایامی که ما و شما راحت ششتیم و ضیافت عید داریم در سنگرها، در گوشه و کنار این خطه و این خاک مشغول دفاع از ما هستند، مشغول دفاع از کیان و آبرو و حیثیت این سرزمین هستن. یاد کنیم و ارج بگذاریم به دکترانی که در شفاخانه ها مشغول ایفای وظیفه هستن، به پلیس ترافیک و پلیس ها و دیگر کارمندان خدمات عامه که در جای جای سرزمین ایام عید خود را به جایی که در کنار فامیل خود باشه، در فضای گرم و در کانون گرم خانواده خود باشه، مصروف هستند و صرف خدمتگزاری به مردم و سرزمین خود کردن. سلامت باشه، تشکر آقای احسانی و همچنان خانم فروتن. اگه دخترتون اجازه بده یک پیام میخواییم از شما داشته باشیم در آخر. تشکر میکنم از شما که فرصت دادین در خدمت شما باشیم. تشکر میکنم از شما که در ایام عید این جسین به جای ازی که به خانه باشین مصروف خدمت به ملت هستین و صدای مهربانی و هم نو دوستی و صدای خوشی ما را با هموطنان دیگه ما شریک میسازین. امیدوار هستم روز را شاهد باشیم در افغانستان که بدون کدام دغدغه امنیتی انشالله عید در کنار همدیگر تجلیل کنیم، تا ای که باشه واقعا نیروهای امنیتی ما هم بتانن حداقل به خاطر آسوده تر عید تجلیل کنن. تشکر میکنم از شما. ما خب عمومی گفتیم، اما یک از این مصادیق خودتان هم میشین واقعا، این کسایی هستین که در ایام عید به جایی که در کنار خانواده تان باشین، به جایی که در جای تفریحی باشین، اینجا وقت تان صرف میکنین تا برنامه بسازین برای کسایی که در جاهای مختلف میخواین که ایام عید از طریق تلویزیون خوش باشن. برای شما هم، برای همکارانتان و برای تمام کارمندان تلویزیونتان هم موفقیت آرزو میکنیم، عید خوش آرزو میکنیم، ان شاء الله که عید خوش داشته باشین. تشکر.
کارگردان تا شما معذرت میخوایم دخترم با این قیف تزایی که اینجا بالا کرده خواهش میکنیم جمع میکنیم در خط تر کرد کودک که شوخی میکنم و اگنا بسیار یعنی این فضا دیدنی میشه و بسیار زیاد تشکر از این که آمدین و خدا که دفعه بعد سال آینده انشاءالله که شما در برنامه حضور پیدا کردین مرسل جان با بیادرک خود به در برنامه هر دیش اونجور شد بزمان مرسل جان بزای پدر خود مرسل جان میشیر میخوام مرسل میگذاره وشیار شد با عرب در شد تشکر سلامت بله و حال بینده عزیز میریم یک میان برنامه رو میبینیم در ادامه برنامه باز هم ما را همراه باشیم.